خب تو این قسمت میخواستم در مورد دو تا دستور مهم باهاتون صحبت بکنم. ببینید، یه موقع هستش مثلا باس شما میگه که این جدول شماست. خب مثلا رئیس شما میگه که اوکی، من استیت رو میخوام، این ستون رو میخوام از کاستومرز. خب شما میرید چیکار میکنید؟ میرید SQL میزنید select state from customers. اوکی، وقتی که این دستور رو زدید، گو رو میزنید و میزنه اوکی، این ریزالتتونه، به رئیستون نشون میدید. خب رئیستون میاد چک میکنه، میگه اوکی یه دونه نیویورک داریم اینجا. خب میاد پایین نگاه میکنه، میبینه اوکی یه دونه دیگه اینجا نیویورک داریم. چرا؟ از شما میپرسه. خب شما میگید که چون که ما دو تا کاستومر داریم از مثلا نیویورک، بخاطر همین نیویورک رو دو بار نشون داده، یا مثلا چیزهای دیگر رو دو بار نشون میده. خب باست شما میگه نه، من کاستومرزا رو نخواستم، من استیت رو خواستم از شما، ولی میخوام همه کاستومرزا رو از هر استیتی که هستن یک بار بیشتر نشون نده، یعنی یه دونه یونیک بیشتر نشون نده. خب شما میگید که خب از اول میگفت. اینو میرید اینجا چیکار میکنید؟ سلکت رو مینویسید. وقتی که سلکت رو نوشتید، میزنید یه دستوری هستش بعد از سلکت، یا هم بذارید من اونو دوباره بنویسم، state from customers. اوکی، این دستور شما بود. خب بعد از سلکت چیکار میکنید؟ یه دستور دیگه است به نام distinct. خب وقتی این دیستینکت رو بزنید، گو رو بزنید، میبینید که تیبل شما فقط یه دونه از هر استیتی هست. ببینید اگر اینجا یه دونه نیویورک باشه، دیگه اگر بیه پایین نگاه کنید، میبینید دیگه نیویورکی نیست. خب ولی وقتی که حالا چیکار میکنید، این چیز شما بود، ریزالت شما بود، این نتیجه شما بود. خب پاس شما میگه که اوکی، من نمیخوام مثلا همه رو با هم دیگه ببینم، مثلا من میخوام 5 تا ریزالت رو ببینم. هر موقع شما، شاید جدول شما بزرگ بود، میدونید چی میگم. خب شما چیکار میکنید؟ یه دستوری دیگه هستش مثلا شما میخواد این جدولتونه آیدی و نیم مثلا از کاستومرز نشون داده بشه. چیکار میکنید؟ میزنید مثلا select id id name from customers. اوکی، یه همچین چیزی رو تایپ میکنید، میبینید یه همچین چیزی رو نشون میده. باز شما میگه نه، من از 1 تا مثلا 5 رو میخوام. چیکار میکنید؟ برمیگردید به همون دستور و بعد از customers اینجا چیزی که مینویسید اینجا اینه که یه دستوری داریم به اسم limit. حالا limit از 1 تا 5 رو میخواد، فقط این 5 رو میزنید. خب و go رو میزنید، چیکار میکنه؟ از 1 تا 5 رو به شما نشون میده. خب یه حالا توی یه دستوری میخواید بنویسید که باز شما میگه نه، من مثلا از 6 تا مثلا 16 رو میخوام، یا مثلا 6 به بعد 10 تا دستور بعد از 6 رو میخوام. چیکار باید بکنم؟ برمیگردید اینجا چیکار میکنید؟ اگر من بعد از 5 یه ویرگول بذارم، 10 بنویسم، خب ببینید 5 خالی یعنی 5 خالی چی بود؟ 1 تا 5 رو نشون میداد. ولی اگر از 5 یه ویرگول بذارم، 10 رو بنویسم، وقتی گو رو میزنم اینجا نگاه بکنید، از 6 تا 15 یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، از 6 تا 10 تا ریزالت با خودش به بعد رو نشون میده. خب چرا وقتی که اینجا بالا نگاه بکنید، من اینجا 5 رو زدم، از 6 شروع شد؟ برای اینکه کامپیوترها مثل انسان‌ها از 1 شروع نمی‌کنن بشمارن، کامپیوترها از 0 شروع می‌کنن بشمارن. به خاطر همونه وقتی شما 5 رو میزنید، از 6 شروع میشه میخونه. و به همین منوال مثلا شما مثلا ریزالت اینور از مثلا 16 رو میخواید،
از 16 تا مثلا 10 تا به اونورا نشون بده. وقتی که 15 رو میزنید از 16 5 تا به اونورا نشون بده. وقتی 15 و 5 رو میزنید از 16 و 5 تا به اونورا رو با خودش نشون میده. به همین منوال از لیمیت رو دیستینگ رو امیدوارم یاد گرفته باشید که در آینده زیاد با اینا کار خواهیم کرد. تا جلسه بعد فعلا خداحافظ.